بسم الله الرحمن الرحيم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفه قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله ای نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از امه و چه از خاصه در این باب کتاب های زیاد نوشتند و البته مسائی اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بودن. مثلا عرفایی که در طول این چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعبیلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست، و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند.